در گذشت قهرمان پاکباز خلق فرمانده مهراب، کریم رشیدی از فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی ایران. خانم مریم رجوی در گذشت قهرمان پاکباز خلق فرمانده مهراب را که پس از 42 سال رزم و مجاهدت و جراحت‌های متعدد به سوی رفیق اعلا پرکشید، به فرمانده کل ارتش آزادی بخش ملی و همه مجاهدین تسلیت گفت. مردم ایران به وجود چنین مجاهدانی که در دوران تیره و تاریک این میهن الگوی رزم و جانفشانی هستند افتخار می‌کنند. باشد که جوانان شورشگر میهن به ویژه در خوزستان و اندیمشک با داشتن چنین سرمشخ فروزانی راه او را در نبرد با اهریمنان حاکم به پیروزی برسانند. مهراب صدیق به واقع شأن و جایگاهی فراتر از شهید دارد. کنگره ایالات متحده آمریکا، ثبت قطعنامه 374، محکوم کردن تروریسم دولتی ایران و حمایت از خواست مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک، غیر مذهبی و غیر اتمی. 41 نماینده کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه قطعنامه 374 را به مجلس نمایندگان ارائه کردند. قطعنامه 374 حملات تروریستی حمایت شده توسط رژیم ایران از جمله علیه شرکت کنندگان در گرد همایی ایران آزاد در پاریس را محکوم می کند و دولت‌ها را به جلوگیری از فعالیت‌های مخرب هیئت‌های دیپلماتیک رژیم ایران و بستن سفارت‌های رژیم، من جمله بستن سفارت رژیم ایران در آلبانی، فرا می خواند. دلداری ولی فقیه ارتجاع به سرکردگان و ایادی ترسیده نظام، جنگی نخواهد شد. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن، حرف بی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن، میدونن که به صرفشون نیست. هیچ کس از هیبت ظاهری آمریکا نباید بترسه. بنابراین دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. تو دهنی خامنه ای به مذاکره جویان درون رژیم، مذاکره با دولت کنونی آمریکا سم مضاعف است. چشم دوختن به بیگانه موجب ضربه می شود که نمونه آن را در برخورد اروپایی ها در قضیه برجام می بینیم. مذاکره سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. برای اصلاح امورم چشم به خارج از کشور نداشته بود. دیگران به ما کمکی نخواهند کرد. ضربه میزنن. خارج مذاکره می‌کنن. اروپا رو ملازم می‌کنید. این کشورهای اروپایی که دیگه آمریکا نبودن. با اینا که دعوایی نداشتیم ما. ما که با اینا اختلاف نداشتیم، با بعضیشون به اصطلاح روابط خوب دوستانه هم داشتیم. ملاحظه میکنید چه جوری برخورد کردن در همین قضیه برجام و تعهداتشون و اینا. حالا جالبم اینه، هی هم تکرار میکنن که ما پایبند برجامیم. شکوه و شکایت آخون روحانی از آمریکا. صبح ناوگانش را میفرستد و شب شماره تلفن میدهد. صبح ناوگانش را میفرسته، شب شماره تلفن میده. رئیس جمهور ارتجاع سیل را یک فرصت بزرگ برای رژیم توصیف کرد و گفت در ماجرای سیل اتحاد توانست یک تهدید را به یک فرصت بزرگ تبدیل کند. اعلام آماده باش فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام. سفارت آمریکا در بغداد دستور داد پرسنل غیر ضروری این کشور را ترک کنند. آلمان اعلام کرد آموزش ارتش عراق را
به خاطر این تنش‌ها متوقف می‌کند. آسوشیتد پرس: نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه به خاطر تهدیدات موثق و احتمالاً قریب الوقوع در رابطه با رژیم ایران در آماده باش سطح بالا قرار دارند. رئیس جمهور آمریکا: ما در ونزوئلا و ایران رژیم‌های خطرناک را با محروم کردن آنها از درآمدهای نفتی برای تأمین مالی فساد و سرکوب و تروریسم آنها مورد حسابرسی قرار می‌دهیم. ما صادرات نفت آنها را از بازار جهانی حذف کردیم تا زمانی که مسائل به نحو مناسبی برای آن میلیون‌ها مردم حل و فصل شود. CBS نیوز: تحقیقگران آمریکایی مشخص کردند که رژیم ایران و گروه‌های وابسته به آن پشت حملات علیه 4 کشتی متعلق به متحدان ایالات متحده در سواحل امارات بودند. یک مقام اماراتی گفت آمریکا، فرانسه و نروژ به همراه عربستان و امارات در تحقیقات پیرامون حمله به کشتی‌ها شرکت دارند. علی لاریجانی، رئیس مجلس رژیم: با وجود گذشت 10 روز از فرصت 2 ماهه نظام به اروپایی‌ها برای اجرای تعهدات برجامیشان، هنوز هیچ اقدام عملی از سوی آنان در این باره مشاهده نشده است. ترس و تشتت در ولایت ارتجا. تخت روانچی سفیر رژیم در سازمان ملل: جمهوری اسلامی قطعاً هیچ نقضی در حادثه فجیره نداشته. در این خصوص تأسف خود را ابراز کرده ایم. کیهان خامنه‌ای: ما حتماً باید به ظرفیت صادرات نفت این دو کشور که شریان حیات آنان است ضربه اساسی بزنیم. واکنش ترسالود نمایندگان مجلس آخوندی: جای بعضی تأسف از برخی رسانه‌های داخلی است که به جای همراهی با وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در ماجرای خرابکاری‌های کشتی بندر فجیره، با ذوق زدگی آن را تیتر یک خودشان می‌سازند و خیالشان جمع است که امسال مجله صدا بدون نظر هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف می‌شوند و هیچ کس با آنها کاری ندارند. خسارات جانی و مالی سیل در کاشان. سیلاب دست کم 3 خودرو و سرنشینان آن را با خود برد و 2 هموطن جان خود را از دست دادند.